این نسخه‌ای که در اختیار من هست اینجا نسخه ماکانه، ترنر ماکان. علتی که من اینو آوردم امشب اینجا ازش نقل کنم چون ترنر ماکان چیزی کم نداره، اضافات داره ولی کم حداقل نداره. این موضوع تصحیح شاهنامه هم یه گرفتاری عمده شده. هر می شود که ما در حدود یک سال پیش بنده خواستم اینا رو ضبط کنم، دوست عزیزم آقای تندرم تشویق کردن که اینا روی ضبط ها باشه چون خیلی راحت شنیدن داستان ها تا دیدنش وقت نیست. مشو کردیم به این داستان رستم و سهراب نگاه کردن در این نسخه های انتقادی. مثلا یکیش نسخه مسکوه که دیگه حالا دانشمندای روسی چنین و چنان کردن. یک نسخه هست نسخه آقای مهل، ژول مهل. یکی نسخه است نسخه ماکان که در انگلیس یک افسر انگلیسی بوده، استاد دبیر سیاقی دوست بزرگوار ما تصحیح کردن، یعنی چاپ کردن. یک نسخه هم که آقای خالقی چاپ کردن. اینا رو ما نگاه کردیم که همه عیب دارن. یک مرد ادیب بزرگواری ما رو تشویق کرد که یک ورژنی از این رستم و سهراب چاپ بکنیم و دارم این کارو میکنم. حالا من میخوام خدمت شما یکی دو سه بیت که یادم هست ببینید که چگونه مصحح اشتباه میفته یا تکیه بر اقدم نسخ در روزگار عرض کنم که همین رنسانس به بعد. حالا باز من از طلب دور میشیم متاسفانه ولی مجبورم اشاره بکنم. این دستنویس های تورات که بود اینا به زبان یونانی بود بیشتر و لاتین بود و هیبرو. لطفا ببندین نوتا. اینها آمدن به دچار مشکل شدن که آقا ما چگونه اینا رو تصحیح کنیم. شیوه های هر کسی شیوه خودش داشت تا اینکه در آلمان لاخمان شیوه علمی پیشنهاد کرد و از اونجا دیگه باب شده. شیوه نقد متون چند جوره. یکیش کاپی تکس ادیتینگ هست، یعنی تکیه بر اقدم نسخ. یعنی شما یک نسخه قدیمترین رو که نزدیک به شاعر هست در نظر میگیرید، یعنی بسنده نسخه های دیگر هم مطالعه میکنید، تکیه رو بر اون میندازید، از نسخه های بدل برای ترجیح به قول مرحوم قزوینی جانبی بر جانبی استفاده میکنید. این کاری بوده است که مصححان روسی کردن. در رستم و سهراب نسخه های زیاد هم در اختیار نداشتن، اما با این که مشهور است که صحیح ترین هست بسیار غلط دارد، به جهتی که در نسخه اصلش که نسخه 675 موزه بریتانیاس خطا هست. دو سه بیتش من خدمتتون میخونم. لااقل 100-150 باری ما این 1050 بیت رو مطابق مثلا فرض کنیم در جنگ سهراب که آمده و کابوس رو ترسانده و با نیزه زده میخ خیمه رو کنده، میگوید که نسخه مسکو و نسخه لندن که اقدم نسخ است. خم آورد پشت و سنان کرد سیخ، یعنی سیخ کباب، بزد تند و برکند 80 میخ. سیخ نبوده. خم آورد پشت و سنان ستیخ. ببینید تفاوت در کجاست. ستیخ یعنی محکم و مستقیم. خم آورد پشت، چون کسی که سوار اسبه برای که یه چیز با نیزه بکنه مجبور خم بشه. خم آورد پشت و یعنی سهراب پشت خم کرد سنان ستیخ، یعنی سنان محکم و نیرومند و مستقیم رو بزد و خیمه میخای خیمه رو کند. این شده است خم آورد پشت و سنان کرد سیخ. شما فکر کنید اصلا مسخره است. یا اینکه وقتی تهمینه وارد شده به رستم، ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا. میگوید که بجستم همه کتف و یال و برد. خیلی پورنوگرافیه، یه دختر پادشاه یه حرفی نمیزنه. بجستم همه کتف و یال و برد، میگه بجست همه نسخه، بجستم همه کتف و یال و برد بدین شهر کرد ایزد آبش خورد. بعد این نسخه سن جوزفی که اخیرا در بلکش شده میگوید بجستم همیشه زبوم و برد. ببینید چقدر زیباتره. میگوید من در اندیشه زادگاه تو بودم. در اندیشه بودم کجا هستی؟ نه اینکه زکی کت و یال و برد و سینه تو نمیدونم چی و عضلات توی حرفا. اینها خطاهای اینها یا فرض بفرمایید که میگوید که سهراب میگوید که چه خبر بود به هومان. میگوید که همه کار ما، ببینید شعر فردوسی بی معنی نمیتونه باشه، میگه همه کار ما سخت ناساز بود، به آورد کشتن نه آغاز بود. اصلا این فارسیه به نظر شما؟ هیچ معنی نداره. اینجوری نبوده.
میگوید همه کار ما سخت باساز بود، یعنی همه چی مرتب بود و نظم و نظام داشت، به آورد گشتن به آغاز بود، یعنی ما میخواستیم حمله کنیم. بعد بیت بعدی تکمیل میکنه، میگوید که چنان بود که فرمان شاه چنان بود که زیدر نجنبد سپاه. اینا به هم ارتباط ارگانیک داره، اینا معنی داره، همه اینا غلط بوده، بسیار غلط هست در این عرض میکنم که نسخه ها. و خوشبختانه آقای خالقی که ما مدیون زحماتش هستیم، این زیرنویساش خیلی کمک میکنه، چون همه نسخه ها رو اونجا و در واقع واریانت های مختلف اونجا آورده. و عرض کنم که در واقع خواستم بیام خدمت شما که این در واقع سعادتی بود، فکر کردم تمام میشه میام اینجا خدمت آقای ذوالفقاری کتابو چاپ میکنیم، ضبط هم میکنیم که نشد، شاید 3-4 ماه هم عقب افتاد. خواستم اینا، حالا موارد مغلوط خیلی خیلی هست در این رستم و سهرابایی که اصطلاحا میگوییم عرض کنم که نسخ انتقادی، که البته با صدای بلند ما اینا رو گفتیم، اون دانشمندان ایرانی که اهل این کار هستن و میدانن با ما موافقت کردن، حالا من نام نمیبرم، چون باید معنی داشته باشه و هیچ کس هم حق نداره ذوقش رو تحمیل کنه. هر کسی بخواد تصحیح خودش رو بکنه که اصلا ما کتاب نداریم، ما بایستید. چون قدیمترین نسخ نسخه 675 و از 675 تا آخرین تدوین شاهنامه 275 سال فاصله است، ما نمیتوانیم به یک نسخه تکیه کنیم، به جهت اینکه سه تدوین شاهنامه هست. یکی تدوین 384 که همین سنت جوزف هست، خودش به صریح میگه، به صراحت میگوید، یعنی چند سال پیش از اینکه محمود اساساً به پادشاهی برسد. بعد نسخه سال 400 هست که میفرماید ز هجرت شده 580 بار که گفتم من این نامه شاهوار، که تقدیم محمود میکنه، نام محمود رو وارد میکنه، اضافاتی میکنه، اسمهایی میاره و تقدیم میکنه. و وقتی که مورد نفی انکار محمود واقع شده بین سال 400 تا 411 که این استاد زنده بوده، قطعاً درش دخل و تصرف کرده. و خود او در پایان میفرماید بزرگان و بادان شاهزادگان نوشتن یک سر همه رایگان، میگه میامدن منزل من همه رو نویسی میکردن. بنابراین این درست نیست که بگوییم یک نسخه این اصله، چون ما نمیدانیم چه میزان فردوسی وارد کرده به کتاب که در یک ورژن نیست، در تدوین نیست، در تدوین دیگری هست و دیگران مینوشتن اینها رو، اینو در نظر نگرفتن. باری من این رو بردم خدمت شما، نسخه ماکان هست که در هندوستان شاهنامه مفصل شیرینی است، بسیار بسیار عرض